نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ به من عثرة اللسان وسوء المقام وخفة الميزان بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام وتحية والإكرام على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين طلاب عزیز ما در کتاب آموزش فارسی کتاب دوم با صفحه 24 رسیدیم در ایران اسم من حسین است اسم من حسین است میرا نام حسین و اسم خواهرم فاطمه است فاطمه اسم خواهرم میری بهن کا نام ما اهل لبنان هستیم ما اهل لبنان هستیم یعنی لبنانی ہیں ہم اہل لبنان و ما اہل کشمیر ہستیم انہا اہل لبنان ہستن و ما اہل کشمیر ہستیم حسین میگه پدر ما پزشک است پزشک پزشک یعنی ڈاکٹر پدر ما پزشک است و مادر ما استاد دانشگاه است استاد استاد یعنی پروفسور و مادر ما استاد دانشگاه است ما الان در ایران هستیم الان یعنی at present اس وقت ہم اس وقت ایران میں ہیں من و خواهرم طلبه جامعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هستیم جامعة المصطفى صلى الله عليه وسلم کے student ہیں شاگرد ہیں من در مدرسه اهل المهدی علیه السلام درس می خوانم جامعة المصطفى کے تحت ایک مدرسہ ہے مدرسہ المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف و خواہرم اور میری بہن در مدرسہ بنت الہدا درس می خواند لڑکیوں کے لئے مدرسہ الگ ہے مدرسہ بنت الہدا ما زبان فارسی می خوانیم خواہرم کتاب اول می خواند و من کتاب دوم می خوانم من یک جامدادی بزرگ دارم جامدادی بزرگ ایک بڑا پاوچ در جامدادی من مداد خودکار مداد تراش خط کش پاکن و غیره وجود دارد و غیره و دشدش نه و غیره میرے پاوچ میں پنسل ہے بال پن ہے شارپنر ہے سکیل ہے اور ربر وغیرہ ہے وجود دارد بار دیگر میخوانیم اسم من حسین است
و اسم خواهرم فاطمه است. ما اهل لبنان هستیم. پدر ما پزشک است و مادر ما استاد دانشگاه است. ما الان در ایران هستیم. من و خواهرم طلبه جامعه المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. من در مدرسه المهدی عجل الله تعالی فرج الشریف درس می خوانم و خواهرم در مدرسه بنت الهدا درس می خواند. ما زبان فارسی می خوانیم. خواهرم کتاب اول می خواند و من کتاب دوم می خوانم. می خوانند. من یک جامدادی بزرگ دارم. من یک جامدادی بزرگ دارم. در جام دادی من جامه دادی، در جام دادی من مداد، خودکار، مداد تراش، خطکش، پاکن و غیره و غیره وجود دارد. درس، این درس تمام شد. حالا تمرین صفحه 25. لطفاً پاسخ دهید، یعنی جواب دیجیه این سوالو کا. اسم خواهر حسین چیست؟ حسین کی بہن کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ اسم خواهر حسین فاطمہ است. ہاں، اسم خواهر حسین فاطمہ است. خوب. دو، آیا پدر حسین معلم است؟ نه. پزشک است. پزشک است. سه، حسین و فاطمه اهل کجا هستند؟ حسین و فاطمه اهل لبنان هستند. حسین و فاطمه اهل لبنان هستند. و شما اهل کجا هستید؟ و شما اهل کجا هستید؟ ما اهل کشمیر هستیم. چهار، حسین و فاطمه کجا درس می خوانند؟ کجا درس می خوانند؟ حسین و فاطمه کهان درس پڑھتے؟ حسین و فاطمه در جامعه المصطفی. نه، مدرسه کا نام بتانا ہوگا نا. حسین در مدرسه المهدی عجل الله تعالی فرج الشریف درس می خواند و فاطمه در مدرسه بنت الهدا درس می خواند. خوب، درس می خواند و فاطمه در مدرسه بنت الهدا درس می خواند. پنج، فاطمه و حسین الان کدام کتاب را می خوانند؟ فاطمه الان کتاب اول را می خواند و حسین الان کتاب دوم را می خواند. کتاب دوم می خواند، احتیاج برا نیست. فاطمه کتاب اول، دونوں کی جگہ الان کہنے کے بجائے بہتر ہے کہ الان ابتدا میں کہیں. الان فاطمه کتاب اول و حسین کتاب دوم می خواند. دونوں جملوں کا ایک ساتھ ایک مختصر سا جملہ بنے گا. شش، آیا در جام دادی حسین مداد تراش و پاکن وجود دارد؟ وجود ندارد. کیا حسین کے پاؤچ میں شارپنر اور ربر نہیں ہے؟ چرا؟ ہاں، ویری گوڈ.
خوب چرا؟ چرا؟ اس کا لہجہ ہونا چاہیے سوالیہ، چرا؟ جامع دادی حسین؟ در جامع دادی حسین مداد تراش و پاکن وجود دارد. در جامع دادی حسین مداد تراش و پاکن وجود دارد، یا اس طرح سے دوسرا طریقہ بولنے کا ہے، چرا؟ جامع دادی حسین مداد تراش و پاکن دارد، دارد، وجود دارد اور دارد، خالی دو طریقے اس جملے کے کہنے کے. مانند مثال بگوید، جیسی مثال ہے ویسے بولیے. مثلا ایک لفظ ہے پدر، دوسرا لفظ ہے می نویسد. یکی پدر است اسم، دیگری فعل است، می نویسد. اب جملہ یوں بنانا ہے، اسم پدرم احمد است، میرے باپ کا نام احمد ہے، او الان نامه می نویسد. اب نمبر ایک، خواهر اسم استعمال کرنا ہے، نقاشی می کشد. دو جملے، دو جملے بلکہ دو کلاز میں، ایک ہی جملے کے دو کلاز، چھوٹے جملے. اسم خواهرم فاطمه است، اسم خواهرم یا اسم خواهری حسین یا اسم خواهرم، اصل میں خواهرم میم کرنا استعمال، خواهرم. فاطمه است، او الان نقاشی میکشد. ویری خوب، او الان نقاشی، نقاشی قاهم تشدید ہے، او الان نقاشی میکشد. خوب بود. نمبر دو، فرزند اسم است و فعل میخانه، میخورد. فرزند میخورد. بله. اسم فرزند، فرزندم، میرے لڑکے کا نام، اسم فرزندم. اسم فرزندم احمد است، او الان میخورد. چی میخورد؟ بستنی میخورد، قضا میخورد، هر چیزی که میخواهی بگید. او الان قضا میخورد. سه، استاد اسم، پاک میکند فعل. اسم استادم مصطفی مثلا، مصطفی هست، او الان تابلو را پاک میکند. خیلی خوب. چهار، مادر اسم است و میخواند فعل است. اسم مادرم رقیه، رقیه است، او الان قرآن میخواند، قرآن میخواند، روزنامه میخواند، کتاب میخواند. این تمرین تمام شد. با فعل‌های دارد و وجود دارد جمله بسازید. دو طریقوں سے جملہ، ایک میں خالی دارد، دوسرے میں وجود دارد، معنی ایک ہی ہونے چاہیے دوسرے کے. مثلا مثال دی ہوئی ہے، کلاس ما، کلاس کو ایک کلاس بولتے ہیں، کلاس ما آگے ہے سندلی رایانے و تابلو، سندلی رایانے و تابلو. اب دو طریقے سے جملہ، کلاس ما، کلاس ما صندلی رایانه و تابلو دارد. اور دوسرا طریقہ اسی جملے کا، در کلاس ما صندلی رایانه و تابلو وجود دارد. حالا یک، اتاق شما اسم، فرش، تخت و تلفن. دو تا جمله، اتاق شما، فرش، تخت و تلفن. اب ہم شما تو نہیں کہیں گے، اب ہم کہیں گے اتاق ما، فرق نہیں پڑتا ہے، شما بھی بول سکتے ہیں. اتاق ما، فرش، تخت و تلفن. فرش، 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 تخت، تخت و تلفن دارد. اور دوسرا طریقہ، در اتاق ما، فرش، تخت و تلفن وجود دارد. وجود دارد، خیلی خوب. باب پدرم، درخت سیب و گیلاس. دو جمله،
باب پدرم درخت سیب و گیلاس دارد وجود دارد و طریقه دوم در در باب پدرم درخت سیب و درخت سیب درخت درخت سیب سیبون کا درخت سیبون کے درخت درخت سیب و گیلاس وجود دارد خیلی خوب سه فروشگاه مدرسه میوه بستنی و ساندویچ فروشگاه یعنی ٹک شاپ جیسے ہوتا ہے کہیں کلاسوں میں سکول وغیرہ میں فروشگاه مدرسه میوه بستنی و ساندویچ دارد در فروشگاه مدرسه وجود دارد چهار این فرودگاه آبیربانک فروشگاه و رستوران دارد فروشگاه و رستوران وجود دارد خیلی خوب حالا ماننده مثال بپرسید و پاسخ دهید مثال او روزنامه ابجکتیو نمیخواند او سبجکت روزنامه ابجکتیو نمیخواند فعل بیچ میں آیا او روزنامه نمیخواند منفی میں پرسش منفی پاسخ چرا؟ او روزنامه میخواند پاسخ مثبت یک ما ساعت نداریم بله آیا ما ساعت نداریم چرا؟ ما ساعت داریم ما ساعت داریم دو آنها لیمو نمی خورند آیا آنها لیمو نمی خورند چرا آنها لیمو می خورند می خورند یعنی ایسے بولنا ہے کہ لہجے سے پتہ چلے گا تاکید سے بول رہے ہیں ہاں ان کے وہ کھا رہے ہیں لیمو سے شما نامے نمی نویسی آیا شما نامے نمی نویسی چرا؟ من نامه نمی نویسم من نامه می نویسم می نویسم مثبت پاسخ مثبت می چهار مهدی تابلو را پاک نمی کند آیا مهدی تابلو را پاک نمی کند چرا مهدی تابلو را پاک می کند می کند پنج شما کتاب فارسی نمی خوانید آیا شما کتاب فارسی نمی خوانید پاسخ چرا ما کتاب فارسی می خوانیم شش فاطمه در دفتر نقاشی نمی کشد آیا فاطمه در دفتر نقاشی نمی کشد یعنی لحجه سپاته چلنه چه یه سوالیه چرا فاطمه در دفتر نقاشی می کشد زور دیکر ماند مثال جایگزین کنید مثال من جیسا دیا ہوا ہے ایسے ہی فیل ان دی برانکس کرنا ہے مریم میوه اور سبد مریم میوه اور سپد جملہ یوں ہے من کتاب را در کیف می گزارم ایسے ہی جملہ بنانا ہے مریم میوه را در سبد می گزارد رکھ رہی ہے می گزارد رکھ رہی ہے گزاشتن سے گزارد یک آنها قاشق اور بشقاب آنها قاشق را در بشقاب می گزارند آنها جمع هنه می گزارند دو شما پول جیب شما پول را در جیب می گزارید خیلی خوب می گزارید سه ما خود نویس
جامعه دادی ما خود نویس را ما خود نویس را در جامعه دادی خود نویس 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 اردو میں ہم نویس بولتے ہیں فارسی میں نویس نون پہ زیر کا ما خود نویس را در جامعه دادی می گزاریم چهار علی نام پاکت نام علی علی نام را در پاکت نام می گزارد برای هر تصویر دو جمله بگویید پہلی تصویر ہے تقویم تو ہم دو جملے بنائیں گے این تقویم است پہلا جملہ ما تاریخ روز را در تقویم دریافت میکنیم ہم کیلنڈر میں دن کی تاریخ معلوم کرتے ہیں دریافت میکنیم معلوم کرتے ہیں دوسرے میں ہے کہ ہم اس کے دو جملے یوں بنا سکتے ہیں ایک لڑکا ہے وہ کچھ بنا رہا ہے اس میں این فرزند احمد است احمد روی تابلو نقاشی میکشد تیسری تصویر این چسب است ما تصویر را با چسب روی جدار می چسبانیم دیوار پر گلو سٹک لگا کے یا مایا لگا کے ہم تصویر کو چسب کرتے ہیں پھر آخری تصویر این اس میں این دختر مریم است اس لڑکی کا نام مریم ہے او با پاکون پاک میکند او با پاکون ہم کہہ سکتے ہیں تابلو را پاک میکند درسی امروز تمام شد انشاءاللہ فردا Good to want.